الضالين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحث ما در شبهای عصر سه شنبه موضوع بحث تفسیر قرآن کریم به طور کلی بوده و ما برای اینکه پیش از اینکه وارد متن تفسیر آیات قرآن کریم بشیم پاره از مطالبی رو پیرامون خود قرآن کریم در محضر مبارک شما طرح شد. بحث ما به اینجا رسید که وقتی پیامبر اسلام این جهان رو ودا گفت، با وداع پیامبر و رفتن پیامبر از این عالم قرآن اون چی که باید وحی میشد وحی هم به پایان رسید، یعنی قرآن به کمال خیش رسید. از اون زمان بود که حضرت علی علیه السلام به دستور و سفارش خاص پیامبر مشغول جمع آوری قرآن کریم شد که سوره ها رو تنظیم بکنه، در کنار هم قرار بده و در کنار هر آیه و هر سوره معنای اون آیه رو و مراد خداوند از اون آیه رو و مقصود رسول از اون آیه رو بنویسه. این کار حضرت علی حدود 6 ماه به طول انجامید. نوشتن که حدود 6 ماه در خانه مان، از خانه بیرون نیامد تا اینکه کلیه قرآن کریم رو با اون تفاسیر و معانی که مستقیما از پیامبر شنیده بود اونها رو گرد آورد، در یک مجموعه عظیمی اونها رو فراهم کرد و آورد وارد مسجد نمود در جمع مسلمانانی که اون زمان بودن و قدرت در اختیار آنان بود، قرآن رو عرضه کرد. ولیکن آنان متاسفانه این تنظیمی حضرت علی رو، این نظم رو که حضرت علی داده بود و طبق سفارش پیامبر بود، این رو نپذیرفتن و با نپذیرفتنی این مصحف حضرت علی علیه السلام که مشتملی بر تفاسیر بود، تفسیر و معانی قرآن بود، فرقش با قرآن فعلی وجود تفاسیر بود در حواشی قرآن کریم. این یه از یک نعمتی بسیار بزرگی مسلمانان محروم شدن. بنابراین متن قرآن کریم بدون معانی، بدون تفاسیرش در اختیار مسلمانان باقی ماند. قهرن اختلافات تفسیری شروع شد دیگه بعدن، که همین الان میبینیم که همه مسلمانان با مذاهبی مختلفی که دارن، این همه مذاهب، این همه گروه های اسلامی بسیار زیاد، برداشت های حتی هر یک مذهب، در یک مذهب دهان و برداشت از قرآن کریم. مثلا حتی در مذهب شیعه فرض بکنین، خود شیعه چقدر به گروه های مختلف تقسیم میشه و هم قرآن میخوانن، قرآن رو قرائت میکنن و هم عقاید خودشان رو به قرآن نسبت میدن و هم برای تأیید عقیده خودشان آیه میخوانند. بنابراین این چرا چنین چیزی پیش آمد؟ برای این که یعنی قرآن رو از اهل البیت جدا شد، یعنی اون کلمات نورانی خود رسول خدا که حضرت علی نوشته بود، اون تنظیمی رو که حضرت علی کرده بود، اون رو نپذیرفتن. البته خب اونها مطابق منافع خودشان هوشیارانه نپذیرفتن، گویا به سودشان این رو نمیدیدن در واقع، چون اگه اینو میپذیرفتن خب خیلی چیزها رو باید میپذیرفتن دیگه، خلافت حضرت علی رو باید میپذیرفتن دیگه. قهرن وقتی اون رو خلافتش رو نمیپذیرن، قهرن قرآنی رو که اون تنظیم کرده، اون تفاسیر رو هم نمیپذیرن، چون اینها لازم و ملزومی هم دیگر بود. علا کل حال، این نعمتی بزرگی از دست مسلمانان رفت، از کف مسلمانان
و پیامدش این اختلافی بود که بعداً شروع شد طبق حدیث نبوی که پیامبر فرمود که ستفترق امتی، امتی من بعد از من افتراق پیدا میکنن، اختلاف میابن. 70 فرقه یعنی حدود 70 فرقه میشوند. به 70 چند فرقه اینها متفرق خواهند شد. جنگ 72 ملت که این که در ادبیات ما آمده، ادبیات شعری و ادبی و اینها، حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. 72 ملت یعنی 72 فرقه چون ندیدن حقیقت رهی افسانه زدن. همون طوری که در حدیث شریف آمده بود، مسلمان ها پس از نبی بلافاصله دچار اختلافات شروع شد و نبودنی اون تفاسیری که قرآن کریم موجب شد که قرآن هم مورد سوء استفاده قرار بگیره و هر گرایشی و هر جریانی از قرآن به سود خودش استفاده بکنه. چون آنی که در عصر ما و شما هم همینه دیگه، هر جریان فکری، حتی سیاسی، حزبی، مذهبی، کلامی، فلسفی، همه هم استدلال به قرآن کریم میکنن و هم دیگر رو هم رد میکنن. خوب، حالا که قرآن حضرت علی به اون صورت پذیرفته نشد، پس از اون چی پیش آمد بر قرآن؟ از اینجا مباحث بعدی است. از این به بعد اینطوری شد که جمله‌ای که حضرت علی داشتن این بود که حالا که نمیپذیرید، پس از آن دیگر هرگز آن را نخواهید دید. این نعمتی است که از کف شما برای همیشه خواهد رفت. دیگه آنان قهرن صحابه پیامبر که بودن، اونها هر کسی اون نوشته های خودش و نسخه های خودش از قرآن کریم گردآوری کرد. حدود 15 سال یا 20 سال از رحلت پیامبر گذشته بود که قرآن های بسیار زیادی، تعداد زیادی از قرآن ها نوشته شده بود. منتها مثلا یک نفر ننوشته بود، مثلا هر صحابی برای خودش از اون صحابی های بزرگ، اصحاب های از اون به اصطلاح صحابه ای که خیلی نزدیک به پیامبر بودن، قرآن رو زیاد شنیده بودن از پیامبر، نوشته های خودشان داشتن، اینها شروع نمودن به تنظیم قرآن کریم. چون سلیقه های افراد متفاوت بود که مثلا عبدالله ابن مسعود قرآن رو تنظیم کرد. خب برای تنظیم هر کس سلیقه خاصی داره، او یه جوری خاص قرآن کریم رو تنظیم سوره ها رو کنار هم چید. مثلا فرض بکنین ابی ابن کعب که یکی از صحابی بزرگ رسول خداست، نویسنده هم بوده، جزء کتاب وحی است، اون هم تنظیم کرد. فرض کنید از عایشه نقل شده که مثلا قرآنی خود عایشه داشت، مثلا برخی از زنان پیامبر داشتن که آیاتو تنظیم کرده بودن. همینجور تعداد ابو موسای اشعری فرض کنین، مقداد، مصحف مقداد، اینها را مصحف میگفتن، یعنی به اصطلاح قرآن کریم هایی که هر کسی با خط خودش تنظیم کرده بود از صحابه پیامبر. این قرآن ها وقتی زیاد شد، مکرر شد و ذوق ها و سلیقه ها خیلی متفاوت بود، قهرن سرزمین های اسلامی هم روز به روز گسترش پیدا میکرد، فتوحات پیش میامد. مثل زمان ما نبوده که چاپخانه وجود داشته باشه و زود چاپ بشه، یا قرآن مثلا 10,000 جلد چاپ بشه زود تکثیر بکنن میان مردم. این به این صورت که نبوده و خیلی دشوار بوده، کاغذ هم تازه نبوده، بیشتر روی پست و این چیزا نوشته میشده. بنابراین مثلا شهرهای بزرگ، مثلا هر شهری، مثلا در کوفه فقط قرآن ابن مسعود بود، طبق قرآن ابن مسعود مردم کوفه قرآن رو فرا می گرفتن. مثلا فرض بکنین که در شام یا در یکی از بلاد شام قرآن مقداد بوده، در بصره بیشتر اون مصحف ابو موسی اشعری رو برده بودن، طبق اون اطفال رو آموزش می دادن یا مردم رو به آموختن قرآن کریم تعلیم می دادن. در مدینه مثلا قرآن زید ابن ثابت بود، در هر شهر یک مصحفی از مصاحف رو می بردن، مردم از روی اون می نوشتن، نسخه برداری می کردن.
چون ذوق و سلیقه های این صحابی پیامبر متفاوت بود و خط نویسی هم فن خطاطی و کتابت و نویشتار هم در اون زمان خیلی ابتدایی بوده، خط مثل زمان ما نبوده که مثلا اولا جهانی عرب در اون زمان مدینه و اینها نویسنده بسیار کم بوده، حدودی کسی که میتوانسته بنویسه، میتوانه نه نویسنده خوب، همین که بتواند بنویسد حدودی 20 نفر رو در کل اون دوره گفتن که میتوانسته بنویسه. بعضی ها میتوانستن بخوانن ولیکن نوشته نمیتوانستن، اکثری توده های مردم نمیتوانستن بخوانن نمیتوانستن بنویسن، چنان که در عصر ما هم هستن افرادی که نه سواد خواندن دارن نه نوشتن دارن. تازه در این عصر با این همه روشنایی و تعلیم و آموزش های عمومی در اون دوره که اکثریت نمیتوانستن بخوانن، 99%، اونی که بنویسه خیلی کم بوده. مثلا تعدادی کسانی که میتوانستن در اون دوره بنویسن انگوش شمار بوده، مثل تعدادی مثلا وجود متخصص ها در یک در زمان ما و شما، متخصص قلب چقدر تعدادش کمه، متخصص مغز شما فرض بکنید بگید چند نفر دارین، میگن 10 نفر هست یا 5 نفر، انگوش شمار این مسائل دیگه. اونایی که در سطح عالی صرف این نخواندن و صرف این که بتونه بنویسه، خود این نویشن یک هنری بسیار بزرگ تلقی میشده، تعدادشان خیلی انگوش شمار. در میان اونهایی هم که خوب بنویسه، در 20 نفری هم که خوب بنویسه اشتباه ننویسه بسیار کم بوده. باز اشتباه ننویسه، مگه هر کی نویسه مگه میتونه خوب بنویسه؟ فقط میتونه بنویسه، خیلی کلمات هم اشتباه مینویسه. یک مسئله نوشتن یه مشکلی بود در اون زمان. بنابراین این اختلاف سلیقه ها از یک طرف، ابتدایی بودن و سطحی بودن خط از ناحیه دیگر، و کمبود نویسندگان از ناحیه سوم، و از جمله این که در خط اون زمان نقطه هم وجود نداشت، در رسم الخط های اون زمان حدودی 100 سال بعد نقطه گذاری به وجود آمد. مثلا ه و خ و جیم فرقی نمی کرده چون همش شکلشان یک جوره دیگه، وقتی نقطه نباشه ه و خ و جیم شما از کجا می فهمید که این ه بخونید یا خ یا جیم بخونید؟ دال و زال با هم فرق نمی داشتن، اون رو از قرینه می فهمیدن که این دال بخونیم یا زال بخونیم، مثلا از قرائن کلام فهمیده می شده کسی که. یا مثلا ب و ت و س و یا و اینها که معمولا بسیار شبیه هم هستن، چون نقطه نبوده یک مشکل نبوده، نقطه بوده. مشکل دوم در خط اون زمان الیف هم نبوده، هنوز هم در برخی از قرآن های کریم خطوط قدیمه است که رحمان رو بدون الیف می نویسن، ح و میم و نون فقط یک الیف کوچک روش می زنن، ما دیگه الیف رو مستقل جدا نمی کنن مثلا. خلاصه این خط خیلی ابتدایی بود، قرآن ها هم به این صورت نوشته شده بود. از این طرف مسلمان های زیادی به مسلمانان پیوسته بودن، به امت اسلامی که اصلا زبانشون عربی هم نبود، مثلا ایران اون زمان خب زبان عربی نبود، پیوسته بودن. همینجور سرزمین مصر، مصر هرچند الان عرب زبان هستن ولی مصر در حقیقتا عرب نیستن، مصری ها، آفریقایی ها به طور کلی بعدا زبان عربی اونجا رفت، اینا اصلا عرب زبان نبودن، زبان عربی نمیدونستن که، ولی خب اسلام آورده بودن، ایمان آورده بودن. خب با این وضع این قرآن ها هم به این صورت نشر پیدا کرده بود، اختلاف قرائات پیش آمد. مثلا یک ایده ای می گفتن ما قرآن ابن مسعود رو قرائت می کنیم، اون قرآن رو پسندیده بودن، یک ایده قرآن دیگری رو می پسند، چون خط با هم خطوط با هم تفاوت داشت. اصلا اختلافات بسیار شدید پیش آمد، حتی در بعض جاها میان مسلمانان درگیری شد. این می گفت نه، قرآنی را که ما آموختیم، مثلا قرآنی مصحف ابن مسعود، این قرآن ما بهترین قرآنه، اونها اون رد میگن که نه این درست نیست، این قرآن بهتره. در کوفه این درگیری ها بسیار شدید شد. سرانجام در این دوره از حدود 15 سال بعد از عصر نویس که این اختلافات که شکل میگیره،
بعد صحابه پیامبر در مدینه تصمیم میگیرن که کل این مصحف ها و قرآن هایی که در دست مردم هست و هر کسی ادعا میکنه که قرآن من بهتر از قرآن او هست و این خدها هم مثلا خط ناخوانا، خدهای شکسته بدون نقطه، خواندنش هم مشکل هست، همه رو گردآوری کردن پس در مدینه و همه رو شستن به طور کلی. اون قرآن های اصیلی که از صحابه بود اونها رو آوردن، اون نسخه های اصلی که از زبان پیامبر مانده بود و قرآن هایی که خودی صحابه نوشته بودن، بر اساس آن یک قرآن نوشتن ابتداعا. در مدینه یه هیئتی به وجود آمد از صحابه بزرگی پیامبر که حدودی 14 نفر یا 12 نفر بود و مسئولیت این امر رو پیدا کردن. یه قرآن کریم نوشته شد و بعد از روی آن حدود 6 نسخه یا 8 نسخه بنابر برخی از روایات تکثیر شد، در 6 شهر از شهرهای اسلامی فرستاده شد، یا در 8 شهر شهرهای بزرگ اسلامی در اون زمان، که این قرآنها در مرکز اون شهرها نگهداری می شد و دیگران مأموریت یافتند که مردمی که می خواستن قرآن رو بیاموزن بیاین از روی این قرآنها نسخه برداری بکنن با خط. قرآنها اینطوری تکثیر شد. یه قرآن رو هم در مدینه نگه داشتن که اگر یک اختلاف میان این قرآن ها پیش آمد به اون قرآن اصل که در مدینه هست به اون مراجعه بکنن. اون رو میگفتن قرآن الام یا قرآن الامام، اون محور قرار گرفت. حالا این روشی رو که پیش آمد حدود 15 سال بعد از پیامبر یا 20 سال بعد از پیامبر، آیا این روش مورد تاییدی حضرت علی بود یا نبود؟ حالا چون ما شیعه هستیم برای ما مهم این جهت قضیه است. روایاتی که از حضرت علی علیه السلام رسیده و حتی پاره منابع تاریخی اهل سنت هم اون رو نقل کردن، این حاکی از آنه که این روش موردی قبولی حضرت علی علیه السلام بود. من یه روایتی رو اینجا از حضرت پیدا کردم که متن او رو خدمت شما بخوانم. چون این گردآوری قرآن کریم در دوره خلافت عثمان شکل گرفت، گرچه خود عثمان که این کار را نکرده، صحابه این کار را کردن. اول عثمان را قناعت دادن که مخالفت نکنه، مخالفت نکرد، هماهنگ شد و بعد دستوری حکومتی گرفتن، کلی مصاحف را از سراسری چیز جمع کردن و قرآن واحد ساختن. حضرت علی می فرمان سوگند به خدا، این کلمات حضرت علی مربوط میشه به دوره پس از عثمان، دوره خلافت خودی حضرت علی که عثمان کشته شده و به جای عثمان حضرت علی از طرف مردم برگزیده شدن. سوگند به خدا که عثمان درباره مصاحف هیچ عملی را انجام نداد مگر این که با مشورت ما بود. یعنی این قرآن‌های فعلی مربوط میشه به همون قرآنی که در اون دوره شکل گرفت، قرآن واحد. سوگند به خدا که عثمان درباره مصاحف هیچ عملی را انجام نداد مگر این که با مشورت ما بود. او درباره قرائت‌ها با ما مشورت کرد و گفت، به من گفتن که برخی گفتن که قرائت من بهتر است از قرائت تو، قرائت من بهتر از قرائت توست. این اختلافی در قرائت پیش آمده، این میگه قرائت من بهتره، قرآن من، اون میگه قرائت من، و این چیزی نزدیک به کفر است. به او گفتم نظرت چیست؟ گفت نظرم این است که یک مصحف در اختیار مردم باشد و در این زمین تفرقه و اختلاف نداشته باشد. گفتم نظری خوبی است. در روایت دیگر از حضرت علی علیه السلام آمده است، این روایات رو بیشتر اهل سنت نقل کردن ها به سلام، اگر امر مصحف ها به من واگذار می شد، مصحف ها یعنی اون به اصطلاح نسخه های اولین و آغازین قرآن کریم، به من واگذار می شد، من همان می کردم که عثمان کرد. این روایات عرض کنم که
نشان میده که این کاملا مورد تأییدی حضرت علی و با مشورتی حضرت علی علیه السلام صورت گرفته. اگر چون این کاری صورت نمی گرفت، مسلمانان تقریبا همون وضعیتی رو داشتن که پیروان دیگری ادیان دیگر مثل یهودی ها و عرض کنم که مسیحیان داشتن، چنانی که آنان الان کتابی واحد ندارن، چندین انجیل هست، هر انجیلی با انجیلی دیگه متفاوت است، تورات همین طور است. همین مشکل، همین مسئله روی قرآن پیش می آمد دیگه. امروز ما چندین قرآن داشتیم با توجه به اون اختلاف خطی هم که وجود داشت. بعد اون گاهی که حضرت به خلافت رسید، در دوره خلافتش، حالا این قرآن هایی که در اون دوره نوشته شد که 6 قرآن اصلی بود یا 8 قرآن، اینها در مدینه شکلی گرفت، ابتداعا یک قرآن با 6 نسخه تکثیر کردن. خب هرچی هم دقت طرف نویسنده، هرچی هم آدم دقیقی باشه، در وقت نوشتن املا دچار اشتباه میشه. بالاخره گاهی الف رو رها میکنه، گاهی واو رو نمی نویسه، گاهی نقطه رو اشتباه میگذاره. این طبیعی است. شما یک نامه رو بنویسین، در نوشتن یک نامه آخرش انسان نیازی به چیز داره، ویرایش داره، بازنگری میخواد، میبین چند تا اشتباه دارین املا. خب اینها که این قرآن ها رو نوشته بودن، چون تجربه کافی نداشتن که منتها معزالی که با اون همه دقتی که کردن، کل نسخه های قرآن رو جمع آوری کردن، در مدینه گردآوری شد، معزالی این 6 تا قرآن که تکثیر شد، این 6 تا قرآن هم اختلاف داشتش، اختلاف در شیوه نوشتاری. اولا نقطه که نداشت، این هم مثل قرآن های صاحب نقطه گذار، فقط یک قرآن شده بود، یک نسخه از روی یک نسخه 6 تا تکثیر شده بود. خط همون خط بود، خطی بی نقطه بود، خطی بی فتحه و بی کسره و بی ضمه بود، اون علایم وجود نداشت. اون هیچ، علاوه بر اون، این 6 تا که نوشته شده بود یا 8 تا، خب این 6 تا رو 6 تا نویسنده نوشته بودن، یک کسی میخوان دیگران اونا مینوشتن. معذالیک اینها رو وقتی با هم مقابله کردن، دیدن خطا وجود داره. حتی وقتی پهلوی خلیفه بردن، خودی خلیفه هم که دید که این قرآن با این که خیلی با دقت نوشته شده، خطاهایی توش هست، بهش گفتن که اینو عوض بکنیم، تغییرش بدیم. گفت نه دیگه، حالا دیگه نیاز نیست تغییر پیدا بکنه، این خطاهایی که هست خودی مردم متوجه میشن که خب این خطای نویسنده است. مثل این که الان ما میگیم اشتباهی چاپیه مثلا، اون خطاها همچنان مان دست نزدن تا رسید به دوره حضرت علی علیه السلام. مثلا در دوره حضرت علی علیه السلام این خطاهای املایی در قرآن کریم بوده. اون زمان این دغدغه پیش آمد که خب بیایم این خطاها رو مثلا اصلاح بکنیم. دیگه حضرت مانع شد. این جمله از حضرت علی نقل شده: ان القرآن لا یهاج الیوم ولا یحول. دیگه پس از این کسی حق ندارد به قرآن دست بزنه، ولو خطا هم نوشته شده. خب درست قرائت بشه، به خطاش کار نداشته باشید، مدت درست قرائت بشه. خطایی در نوشته غیر از خطایی در قرائت است. قاریان باید اون رو درست قرائت بکنن. از اینجا بود که علمی قرائت به وجود آمد. هر قرآنی که در هر شهری فرستاده میشد، یک قاری هم همراه او فرستاده میشد. قاری یعنی حافظ قرآن، که قرآن رو به مردم درست آموزش بده. چون خط ابتدایی بود، به خط نمیشد اعتماد کرد. نقش قاریان و حافظان قرآن کریم خیلی برجسته شد. از این دوره به بعد است که دانشی به وجود میاد تحت عنوان دانش قرائت، طبقات قراء قرآن کریم. پس یه صلوات ختم بفرمایید تا بحث ما. حالا این بحث قرائت چی بود؟ وقتی دیدن که با نوشته این همه تأکیدی که روی نوشته و کتابت قرآن کریم کردن، باز مشکل حل نشد. یعنی باز مشکل اختلاف املا و املا پیش آمد و این مصحفا با هم اختلاف داشت.
قهرن در کنار هر قرآنی کریم یک قاری بود. حالا جایگاه قاریان قرآنی کریم چی بود؟ جایگاه قاریان و اینقدر اهمیت داشت که وقتی پیامبر هم که مبعوثی به رسالت شد، بیشتر همون جوری که قرآن نوشته میشد، قرآن حفظم میشد، یعنی به سینه ها سپرده میشد. در دوره پیامبر هم و در دوره بعد از پیامبر هم، در سالیان نخست بعد از ریلت رسول الله، هرگاه نسخه رو می آوردن، یک نسخه یک سوره رو که روی یک پوستی نوشته شده یا روی یک کتفی حیوانی نوشته شده، با اون نوشته اعتماد نمی شد، با قرائت کسانی اعتماد می شد که قرآن رو حفظ کردن. اگر نوشته رو می خواستن اصلاح بکنن، می بردن پهلوی یک قاری، می بردن بخوان قاری. اگر اون قاری همون طوری می خوان که اینجا نوشته شده است، خب این نوشته تایید می شد دیگه. اگر اون قاری طور دیگری میخواند، خب این نوشته رو اصلاح میکردن. تعداد قاریان هم کم نبود، یک تعداد کثیری از مؤمنان و نمازگزاران و صحابه پیامبر قرآن را از حفظ داشتن. به گونه ای که در جنگ یمامه که یکی از جنگ هایی بوده که بعد از حضرت پیامبر پیش آمد، حدودی نوشتن حدود 400 نفر قاری از قاریان قرآن کریم کشته شدن، شهید شدن. کسانی بودن که همه حافظ قرآن بودن. یک علتی هم که مسلمان ها پس از 15 سال خیلی دست و پاچه شدن که سریع باید قرآن رو جمع‌آوری بکنن، قرآن واحد تشکیل بدن، کشته شدن قرآ بود. چون اون قرآن قرآن کریم، قاریان و حافظان قرآن کریم که بیشتر ملاکی صحت و سقمی این مصاحف همون قرا بود و اونها بیشتر شهید شده بودن. گفتن خب این تعدادی هم که باقی مانده، اینها هم اگر شهید بشه، خب این مشکل اختلاف مصاحف چگونه هم البته بکنیم. بنابراین جایگاه قاریان قرآن کریم خیلی عظیم بود، چون همه چیز برمیگشت، اصالت تمام مصاحف برمیگشت و قاریان قرآن کریم. قاریان قرآن کریم رو حدود 8 طبقه کردن. طبقه اول که مربوط میشه به صحابی خود رسول الله، در میان آنان حدود 4-5 نفر خیلی برجسته است. طبقه دوم شاگردان آنان است که اونها تعداد زیادی شاگردانی پروریدن که آنان حافظ قرآن بودن. قرآن رو اونگونه ای که آنان از رسول خدا شنیده بودن، اینها تربیت شدن که همون گونه قرائت بکنن. اون طبقه دوم طبقه سوم رو تربیت کرد، طبقه سوم طبقه چهارم رو، تا 8 طبقه از طبقات قرائ قرآن کریم به وجود آمد که اینا از همدیگر قرآن رو حفظ کرده بودن و آموخته بودن و همینجور این سلسله میرسید به دوره صحابه پیامبر. این بود که تعداد قرائ قرآن کریم خیلی افزایش پیدا کرد. با افزایشی تعداد قرائ و علم القرائه در حدود تا تاریخی حدود مثلا 150 تاریخ 150 حدود قرن دوم، نیمه های قرن دوم، چندین مکتب با جریان قرائت قرآن کریم به وجود آمد که میان خود این قاریان اختلاف در قرائت قرآن بود. یکی اونجور قرائت میکرد، یکی جوری دیگه قرائت میکرد. اختلافی در قرائات شکل گرفت. مشکل قرآن کریم که نوشته قرآن کریم بود به اون گونه حل شد، اختلاف در قرائات به وجود آمد. اختلاف در قرائات هم یک مورد دون مورد نبود، خیلی فراوان بود. هر قاری به گونه قرائت میکرد. مثلا به عنوان مثال در سوره مبارکه هم وقتی میخوانیم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خب برخی از قاریان قرائت میکنن این قرائت مشهور مالک یوم الدین، ولیکن قرائت دیگری هم داریم میگه ملک یوم الدین، اینجور قرائت هم شده. تازه در سوره حمد که در نماز خوانده میشه و همه مسلمانان در نمازشان میخوانن، وقتی یک چنین اختلاف قرائته که آیا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، این در منابع تفسیری هست. در آیات دیگر، در سوره های دیگر هم این مسئله مطرح بود. شما اگر ببینید این عبدالواسط که اون عرض کنم که قاری معروف هست، برخی از آیات سوره یوسف هست، اون چند جور میخوانه، مطابق با قرائت های مختلف میخوانه
که این به اصطلاح بیانگر اون توانایی اون به اصطلاح قاری هست که یعنی اطلاعاتی در زمینه قرائت‌های مختلف داره. به همین معنا باز اون شعر معروف حافظ که قرآن زبر بخواند با 14 روایت، اون قسمتی اولش یادم رفت، یعنی قرآن زبر بخواند با 14 روایت، این معناش 14 روایت، یعنی این 14 قرائت وجود داره. این 14 قرائت یعنی منظور از قرائت صدا و آهنگ نیست، مربوط به الفاظ قرآن کریم میشه، یعنی این کلمه چطور باید تلفظ بشه. پاره از کلمات با گونه های مختلف قابل تلفظ هست که تلفظ اصلی چگونه باید باشه. برخی از مکتب های قرائت گفتن اینطور باید تلفظ بشه، برخی اینجور تلفظ کردن، برخی اونطور تلفظ کردن، برخی اونطور تلفظ کردن. یک اختلاف اینجوری بسیار با وسعت به وجود آمد. در نهایت آمدن از میان این مجموعه کثیر قراء با قرائت‌های مختلف 7 قرائت رو برگزیدن که این 7 قرائت معروف شد به قرائات سبعه یا قراء سبعه، از میان کل قرای اون زمان که حافظان قرآن کریم و متخصص در این فن بودن. این 7 قرائت بهترین قرائت های اون دوره بود. همین 7 قرائت رو ملاک قرار دادن. این برای این هر قرائتی هر قاری از این 7 قرائت که هر کدامش دارای شاگردان مختلف بوده، دارای کسانی زیادی بوده که از اون 7 قاری معروف قرائات رو می آموختن، از میان آنان 2 نفر رو، یعنی 2 تا شاگرد از شاگردان اون رو پذیرفتن. اینها رو میان راویان قرائات هفتگانه. 7 قاری، 7 نوع قرائت، با هر قاری با 2 تا روایت، 2 تا روایت به منزله 2 تا شاهد میشه، مثل 2 شاهد فرض بکنین، در مجموع میشد 14 نوع قرائت. از میان انهای مختلف قرائات در مجموع به یک نتیجه رسیدن که گفتن به این 14 تا قرائت، 14 نوع قرائت که 7 قرائت اصلی است، 2 تاش فرعی، مجموعاً 14 قرائت میشه، یا 2 تا روایت 14 قرائت، به این اکتفا کردن. این شد معیار شد برای مسلمانان، مورد قبول شد در میان قرائت های مختلف. حالا در میان این قرائت‌های مختلف بهترین قرائتی که مورد قبول شیعه هست و مورد تأیید علمای شیعه، یک قرائتی از میان این قرائت هاست. گرچه خواندن نماز به این قرائت‌های معروف که 14 قرائت است به هر گونه‌ای خوانده بشه، فتاوی بیشتر فقهای شیعه اینه که جایزه، میشه با قرائت‌های مختلف شما قرآن رو بخونید، نماز رو بخونید، جایز هست یعنی. ولیکن اون قرائتی که خیلی مورد اعتماد هست، یک قرائت است که اون قرائت مستقیما به حضرت علی میرسه. اون قرائت رو من قرائتی عاصم به روایت حفص که قاری بسیار معروف، حفص از شاگردانی از صحابه، از اصحاب و یاران امام صادق علیه السلام است. قاری خیلی معروف از این قرای 14 گانه است. اون قرائت خودش از عاصم گرفته و اون قرائت خودش از شخصی میگیره به نام سلمی یا سلمی که از یاران مخصوص حضرت علی است و اون قرائت رو مستقیما از حضرت علی شنیده. و این قرائت از میان قرائت های 7 گانه قرائت مشهور هم هست، یعنی الان اکثر کشورهای اسلامی بر همین قرائت قرائت میکنن، بر قرائتی عاصم به روایت حفص. این قرائت قرائت مشهوره، البته قرائت های غیر مشهور هم هست. و این قرائت از ویژگی هاش اینه که به ائمه معصومین شیعه میرسه. و جالب اینه که این قرای هفتگانه هم حدودی 5 نفرش ایرانی و شیعه است، 1 نفرش هم محل تردیده که شیعه هست یا هست یا نیست، 5 نفرش قطعا شیعه است. همین قرای هفتگانه که با 14 روایت از اونها روایت میشه، یعنی این نشان میده که شیعه چقدر نقشی مهم در تدوین قرائات قرآن کریم داشته. مع ذلک از میان این 7
قرائت یا 14 روایت، اون روایتی که بیشتر فعلا مورد قبولی اکثریت امت اسلامی هست و قرآن‌های کریم هم که در اختیار ما هست مطابق با همون قرائت هست و با همین قرائت هم قاریان در اکثر جهان اسلام قرآن رو قرائت میکنن، همون قرائتی است که مستقیما به حضرت علی علیه السلام میرسه. قرائت حفص هست از عاصم، عاصم از سلمی یا سلمی از اصحاب حضرت علی علیه السلام، اصحاب خاص حضرت علی. وقتی قرائت به حضرت علی میرسه قهرن به پیامبر میرسه و بعد همون قرائت جبرئیل میشه. من بیش از این مصدی اوقات شریف شما نمیشم. وقتی من میسن که گذشته جناب عایشه رازی. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه دیگه. پس صلوات ختم بفرمایید. امروز اولین به اصطلاح چهارشنبه ماه مبارک شعبان المعظم هست. ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم با اون همه برکاتی که داشت. حالا خداوند نسبت به ماه رجب با ما چی معامله میکنه، چی کار کردیم با ماه رجب. انشاءالله که بتوانیم از برکات این ماه بزرگ، ماه شعبان، برخوردار بشیم. خود این ماه ذاتاً یه ماه شریفی است که در آن استغفار خیلی استحباب داره. استغفر الله ربی و اتوب الیه. ذکری که در این ماه بیشتر گفته بشه، بهترین ذکر همون ذکر استغفار است که در روایات هم آمده. سحرگاهان، شامگاهان، همیشه که انسان در به یاد خدا باشه و استغفار بکنه. و بهترین ایام از ایام این ماه نیمه شعبان است. بحث تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف جای خودش. غیر از اون خود ذاتن اون نیمه ماه شعبان، اون شب شبی بسیار شریفی است که پاره از اقوالی از میان مسلمان ها هست که اون رو در حد شب قدر می دادن. یعنی حتی هستن کسانی که شب قدر حتی می دادن اون شب نیمه شعبان رو، شب قدر حتی می دادن. در این حد منزلتی ماه شعبان و مخصوصا نیمه شعبان فوق احصا و شمارش هست. و روزهای آغازین شعبان هم آغاز میشه با موالیدی بسیار بزرگ و شریف، از جمله میلاد حضرت امام حسین سید الشهدا علیه السلام که روز سوم شعبان روز میلاد حضرت است. روز بعدش میلاد، روز چهارم شعبان میلاد امام زین العابدین و روز پنجم، حالا اونطوری که به ذهن بنده است، میلاد ابوالفضل عباس است. یا میمیان این دوتا من تردید کردم، یا چهارم ابوالفضل عباس، پنجم امام سجاد است که به ترتیب این سه روز پی در پی موالید است. موالید در مورد میلاد حضرت امام حسین علیه السلام فقط به ذکر این روایت بسنده میکنیم، اکتفا میکنیم که میلاد او هم چقدر اهمیت داشت. و روایتی است که زیاد نقل شده، در بحار الانوار هم هست، که وقتی خداوند خواست، اراده نمود که اون حضرت رو برای فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت بکنه، جبرئیل فرود آمد برای پیامبر، سلام خداوند رسان، ان الله یقرئک السلام، ای پیامبر خداوند برای تو سلام میفرستد. و بعد از سلام پیامبر جواب سلام خدا رو فرمود و بعد جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خداوند می فرماید من به تو تو را بشارت می دهم، ان الله یبشرک، تو را بشارت می دهد، به مولود یولد من فاطمه، به یک مولودی که از فاطمه متولد می شود، تقتله امتک، منتها مولودی است که امت تو اون رو میکشن، کشته میشه. کانه یه جوری با پیامبر میخواست این رو، رضایت پیامبر رو بگیره، ببینه پیامبر راضی هست به چنین مولودی. یه نوع کانه مشورتی با پیامبر. این احترام است که خداوند به نبی خودش میگذاره. پیامبر میفرماید که
من نیاز به به چنین مولودی ندارم که توسط امت من کشته بشه. میگه جبرئیل رفت، دوباره بازگشت با همین پیام و با همین سلام که ان الله یبشرک بمولود، به مولودی به تو بشارت میده که متولد میشه از فاطمه دخترت و کشته میشه. پیامبر بار دوم فرمود من نیاز ندارم. بار سوم آمد جبرئیل پیام رو رساند، منتها اضافه کرد که بعد از گفتن این پیام شبه قائم رو براش نشان داد، برای پیامبر نشان داد. در روایت همین است، یعنی اون برکاتی که بر شهادتی این مولود مترتب میشه که از نسل این مولود ائمه معصومین میان تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و چی برکاتی بر این خون مبارک مترتب میشه. این رو که به پیامبر جبرئیل فرمود، پیامبر فرمود حالا من راضی شدم. اونگاه پیام رو پیامبر به حضرت زهرا رساند. در طبق حدیث حضرت زهرا همون شبه پیامبر فرمود که من راضی نیستم اگه همچی فرزندی داشته باشم. بار دوم و بار سوم، بعد بار سوم پیامبر اون شبه رو، شبه قائم رو، شبه معنی نوری حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف رو به حضرت زهرا نشان داد و اونگاه زهرا راضی شد برای چنین مولودی. این مولودی که با این تشریفات الهی متولد شده و بعد اون داستان معروف فطروس ملک که در منابع حدیثی خیلی زیاد است، فرشته‌ای که از درگاه الهی رانده شده بود و سالیان سال در جزیره افتاده بود و مترود درگاه خداوند بود، اون داستان اون فرشته مبسوطه. وقتی این مولود متولد شد، فرشتگان زیادی از آسمان آمدن برای تبریکی به پیامبر. از اون مسیر میگذشتن، اون به شگفت شد که این فرشتگان، آیا قیامت برگزار شده که این همه فرشته وارد زمین میشه؟ در سر راه اونها قرار داشت. من اجمالش به شما یادآور میشم. بعد بهش گفتن که برای پیامبر مولودی متولد شده، ما برای تهنیت آمدیم از آسمان. گفت نمیشه من با خودتان ببرید اونجا تا شاید من مورد عفو الهی قرار بگیرم. این فرشته رو با خودشان آوردن طبق منابع حدیثی. البته تفسیر این مسئله چطوری میشه که فرشته موردی مطرود الهی شده، اون بحث دیگری است. اون فرشته رو آوردن، جبرئیل آمد، فرشتگان زیادی آمدن کناری اون قنداقه حسین علیه السلام. اون به برکتی پیامبر دعا فرمود، به برکتی اون مولود، اون فرشته دوباره مولود رحمت الهی قرار گرفت و پذیرفته شد دعای او و خداوند اونو پذیرفت. مولودی که فرشته به اون تبرک نجوید، فرشته تبرک نجوید. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. و السلام علیکم و رحمت